آقا من کولر روشن میکنم، آمپر آب ماشینم بالا میاد و ماشینم جوش میاره. دوستان توی این ویدیو میخوایم سه علت اصلی که باعث میشه موقع کولر گرفتن یا زدن دکمه AC آمپر آب ماشینتون بالا بیاد و به محدوده قرمز برسه رو خدمتون عرض کنیم. آخریش از همه مهمتره، پس تا آخر ویدیو همراه ما باش. برو بریم. عرض سلام و عرض ادب خدمت آقایان و خانمای محترمی که در چنل و پیج ما افتخار دادید، تشریف دارید، ویدیوهای ما رو میبینید و با لایک و کامنت های خوبتون به ما انرژی و انگیزه میدید. خیلی مخلصم. دوستان همونطور که شما اطلاع دارید، وقتی شما دکمه AC رو میزنید و کولر ماشین رو روشن میکنید، یک بار بیشتری به موتور ماشینتون تحمیل میشه. یعنی موتور ماشین شما در حالت عادی باید گیربوکس رو به حرکت در بیاره، ولی با زدن دکمه AC مجبور میشه که کمپرسور کولر رو هم بچرخونه. همین امر باعث شده که شرکت سازنده و مهندسان طراح ترتیبی اتخاذ کنن که وقتی شما دکمه AC رو میزنید، ECU بیاد دور موتور رو یه مقداری بالا بیاره، ولی همین افزایش جزئی دور موتور باعث میشه که حرارت داخلی ماشینتون یا حرارت داخلی موتور ماشینتون هم بالاتر بره. به این خاطر که وقتی شما دکمه کولر یا دکمه AC رو میزنید، فن دور تند ماشینتون روشن میشه. توی محصولات ایران خودرو مثل دنا، سمند، پژو 405، پارس 206 و 207، به محض اینکه شما دکمه کولر رو فشار میدید و دکمه کولر رو میزنید، یک سیگنال به رله‌های فن ارسال میشه و فن دور تند ماشینتون راه میفته. حتی اگر توی زمستون هم شما کولر ماشین رو بزنید و ماشینتون سرد باشه، ملاحظه میکنید که فن خنک کننده ماشین میره روی دور تند. ولی توی محصولات سایپا اینطور نیست. توی محصولات سایپا مثل پرای تیبا کویک، با دمای مایع خنک کننده فن میره روی دور تند. با روشن کردن کولر باعث میشید که زودتر دمای موتور بالا بیاد و دور کند و سپس دور تند روشن بشه. این رو چرا خدمتون توضیح دادم؟ اگر ماشین های ایران خودرو سوار میشید، پایین بودن فشار گاز کولر باعث میشه که وقتی شما دکمه کولر رو میزنید، اون سیگنال به رل فنها ارسال نشه و فن روی دور تند روشن نشه. پس اولین علت که میتونه باعث بالا اومدن آمپر آب بشه، کم بودن فشار گاز کولر ماشینتونه. اگه آمپر ماشینتون بالا میاد موقع کولر گرفتن، اول فشار گاز کولر ماشینتو اندازه بگیر. لازم خدمتون یادآوری کنم این فشار گاز کولر نباید بیش از حد استاندارد باشه و نه خیلی کم، باید در یک حد استانداردی باشه. فشار بالای گاز کولرتون هم میتونه به سیستم تهویه ماشینتون آسیب جدی وارد کنه. دومین علتی که میتونه باعث جوش آوردن ماشینتون موقع کولر گرفتن بشه، کثیف بودن رادیاتور ماشین. کثیف بودن یا خاک گرفتن یا جرم گرفتن رادیاتور کولر یا همون کندانسور، مخصوصا دوستانی که با ماشینشون زیاد توی جاده‌های خاکی تردد میکنن، گرد و خاک، خار و خاشاک میاد بین پره‌ها یا شیارهای رادیاتور میشینه و در اصل این شیارها رو کیپ میکنه. اگر شیارهای رادیاتور ماشینتون کیپ باشه، هر چقدر فن دور تند ماشینتون زور بزنه، نمیتونه هوا رو از بین این شیارها عبور بده. پس اگر شما ماشینتون موقع کولر گرفتن آمپر آبش بالا میاد، حتما به کارواش مراجعه کنید، بگید آقا روی این رادیاتور رو یه آب بگیر و رادیاتور رو بشور. فقط مراقب باشید که اگه ماشینتون رو میبرید کارواش و قرار رادیاتور رو بشوره، روی قسمت‌های الکتریکی و یونیت‌های مهم و برقی ماشینتون آب نگیره و دردسر درست نکنه.
فقط باید روی رادیاتور رو بشوره. و اما علت سوم و مهمترین علت که باعث میشه موقع کولر گرفتن آمپر آب ماشینتون بالا بیاد، ضعیف بودن یا کهنه بودن یا خشک بودن کابل اتصال منفی ماشین شماست. همونطور که شما میدونید از روی قطب منفی باتری یک کابلی اومده رفته تا روی گیربوکس یا روی اتاق و بدنه ماشین، بعضن به خاطر حرارت موتور، به خاطر عمر دست سیم، به خاطر کهنه بودن یا خشک بودن این کابل اتصال منفی، این عمل برق رسانی از باتری و دینام به موتورفن درست انجام نمیشه و اون 14 ولتی که باید بیاد روی موتورفن نمیاد. در نتیجه برق کمتر وارد موتورفن میشه و روی دور تند شما حد اکثر RPM یا چرخش فن رو ندارید و هوای کمتری وارد رادیاتور و موتور ماشینتون میشه و اون عمل خنک کنندگی رادیاتور به درستی انجام نمیشه. پس دوستان یکی از این کابلای منفی خودتون تهیه کنید، قطب منفی رو باز کنید، یه فرچ سیمی بکشید تمیز، از قطب منفی یه کابل وصل کنید به بدنه ماشینتون. با این کار مشکل داغ کردن و جوش آوردن ماشینتون موقع کولر گرفتن رفع میشه. دوستان این کابل اتصال منفی و تمیز بودن نقاط اتصال کابل به بدنه ماشین یا به بدنه اتاق یا روی گیربوکس از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. تمیز بودن نقاط اتصال کابل منفی باعث میشه که یک ولتاژ ثابت و مناسبی روی موتورفن و از طرفی روی خود ECU بیاد و باعث میشه که موتورفن درست کار کنه و کارکرد ECU هم مناسب باشه. این کابل اتصال منفی رو خیلی جدی بگیرید. این سه مورد که تو این ویدیو خدمتتون عرض کردم، یعنی اول فشار گاز مناسب، دوم رادیاتورهای تمیز و گردش آب سالم موتور ماشینتون، به علاوه یک کابل اتصال منفی مناسب، باعث میشه که کولر ماشینتون یک سرمادهی درجه یک داشته باشه و آمپر آب ماشینتون هم بالا نره. اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم بفرستی برای رفقا، لایک و کامنت یادت نره. از اینکه با مایی خیلی ممنون. تو راه نمونید. دمتون گرم.